مجمع پارلمانی شورای اروپا برای یک دیدار رسمی از این پارلمان به استراسبورگ سفر کرد. گروه احزاب دموکرات مسیحی و احزاب مردم اروپا که احزاب حاکم در بسیاری از 47 کشور تشکیل دهنده مجمع پارلمانی شورای اروپا در آن عضویت دارند، 180 نماینده از کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد. گروه احزاب دموکرات مسیحی و احزاب مردم یک گروه بزرگ پارلمانی در شورای اروپا است که از نمایندگان برگزیده پارلمان‌های 47 کشور تشکیل شده است. علاوه بر این 4 کشور دیگر، کانادا، آمریکا، ژاپن و مکزیک، اعضای ناظر مجمع پارلمانی شورای اروپا محسوب می‌شوند. خانم رجوی بعد از ظهر روز دوشنبه در میان هیئتی از نمایندگان عضو مجمع پارلمانی وارد شورای اروپا شد و مورد استقبال هیئتی از نمایندگان مجمع قرار گرفت. لورد راسل جانستون، رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا و رئیس افتخاری گروه لیبرال، آقای جان هوس، نماینده پارلمان لوکزامبورگ، بارون اسنایت، عضو مجلس اعیان انگلستان از حزب محافظه‌کار، آقای آلن میل، نماینده پارلمان انگلیس از حزب کارگر، آقای مورتن مستر شمیت، نماینده پارلمان دانمارک از حزب مردم، خانم دوریس فرامولد، نماینده پارلمان لیختنشتاین، دکتر رودیویز، عضو مجلس اعیان انگلستان از حزب کارگر و شماری دیگر از نمایندگان از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران استقبال کردند. راسل جانستون به رئیس جمهور برگزیده مقاومت خوش آمد گفت و از مساعی ایشان برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران تقدیر کرد. عصر دوشنبه 9 مهر ماه، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اجلاس رسمی گروه احزاب دموکرات مسیحی و احزاب مردم اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا به سخنرانی پرداخت. در آغاز اجلاس، سناتور لوک واندن برانده، رئیس گروه، ضمن معرفی خانم رجوی به مبارزات و تلاش‌های ایشان در دفاع از حقوق مردم ایران و افشای نقض حقوق بشر در ایران به سیاست صدور تروریسم آخوندهای حاکم بر ایران اشاره کرد. وی همچنین به دیدگاه‌های خانم رجوی برای ایران آزاد فردا که سال گذشته در مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام شد پرداخت و اعتقادات و تعهدات ایشان را درباره برابری زنان و اسلام دموکراتیک خاطر نشان کرد. خانم رجوی پیش از آغاز سخنان خود یک نسخه از فهرست شهیدان را به عنوان ارزشمندترین سند مقاومت به گروه احزاب دموکرات مسیحی و احزاب مردم اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا اهدا نمود. خانم رجوی سپس گفت: ما امروز در یک مقطع بسیار خطیر ملاقات می کنیم. یک سال قبل در همین ساختمان گفتم جهان بر سر یک دوراهی خطرناک قرار گرفته است. از یک سو چشمانداز دستیابی یک دیکتاتوری بنیادگرا به سلاح اتمی و از سوی دیگر چشمانداز یک جنگ مهلک دیگر در منطقه. در همان زمان گفتم که خطر مداخلات و تروریسم رژیم در عراق 100 بار از خطر اتمی آن بیشتر است و نسبت به تلاش‌های رژیم برای صدور بنیادگرایی، تروریسم و بحران به کل منطقه هشدار دادم. امروز می‌خواهم به شما بگویم اوضاع بسیار خطیرتر شده است. عراق هم‌اکنون در اشغال غیررسمی ملایان است. اوضاع در تمام منطقه فوق العاده بحرانی است.
رژیم ایران در کانون بحران کنونی قرار دارد که جنگ افروزی در لبنان، دامن زدن به آشوب در فلسطین، گسترش تروریست در افغانستان بخشی از آن است. اینها همه حلقات به هم پیوسته یک استراتژی می باشند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت سپس با اشاره به زیانهای فاجعه بار مماشات با رژیم آخوندی گفت دولت‌های اروپایی باید به مردم خود پاسخ بدهند. چرا به خاطر منافع اقتصادی در مقابل ملاها زانو میزنید؟ ملایان سه قطعنامه ملل متحد را مورد بی‌اعتنایی قرار دادند، ولی اروپا همچنان خواستار دیالوگ و مذاکره با آنهاست. دیالوگ برای چه چیزی؟ آیا برای اینکه آخوندهای حاکم بر ایران وقت بیشتری برای کسب بمب اتم داشته باشند؟ خانم رجوی گفت دولت‌های اروپایی اشتباه می‌کنند که رژیم ایران می‌تواند یک بازیگر محترم و قابل قبول در امور منطقه و جهان باشد. آنها اشتباه می‌کنند که تروریسم و بنیادگرایی ملایان را می‌تواند